یکی از موضوع هایی که واقعا میتونه کانتروورشال باشه یعنی اینکه عقاید از دو طرف مختلف خیلی میتونه متفاوت باشه کلسترول هست امروزه یک باورهایی در ذهن ما تزریق شده که در مورد کلسترول که خیلی از اون باورها میتونه درست نباشه و یه مقدار زیادیش به خاطر کنترل و نفوذ کمپانی های داروسازی روی پزشکان و روی مردم و به طور کلی روی این تکس ها و غیره انجام میشه که این داروهای کلسترولشون به بره البته من میخوام توجه بکنین صحبته که ما روی کلسترول داریم میکنیم امروز و جلسه تا آینده اگر روی داروی کلسترول هستین من اصلا این برنامه رو برای این اجرا نمی کنم که کل دارویی که, داروی که دارین توسط پزشک با نسخه به شما داده شده قطع کنین هدف من فقط آگاهی دادنه و یه آگاهی بهتون میدن و بعدا شما خودتون میتونید تصمیم بگیرید با پزشکتون مشورت بکنید ولی به هیچ وجه یک دفعه یک تصمیمی بر حسب صحبت من نکنید من فقط شما رو میخوام به فکر بیاندازم و یه مقدار تعمق و تفکر و به هر حال اون مطالعتون رو شاید بیشتر بکنید که ببینید واقعا حرفای من چقدر میتونه در مورد سلامتی شما مفید قرار بشه حالا کلسترول ا... یکی از اولین باورهای اشتباهی که فکر می‌کنه همه کلسترول چربیه در حالی که کلسترول همه چربی خون چربی خون در اصل اون ترایگلیسرید هست و نه کلسترول کلسترول اصلا ماهیتش چربی نیست ماهیتش الکل. و یکی دیگه از باورهای اشتباهی اینه که ما یک کلسترول خوب داریم و کلسترول بد داریم و یه کلسترول مثلا نیمه خوب و نیمه بد داریم و غیره که اصلا همچین چیزی وجود نداره ما در بدنمون هیچ گونه چیزی نداریم و هیچ گونه فعل و انفعالاتی نداریم که در بدن بد باشه حتی درد حتی التهاب هر اتفاقی که در بدن ما میفته خوبه به خاطر اینکه نهایتا هدف بدن اینه که ما رو حفظ و حراست بکنه و به هر حال به سلامتی ما رو بتونه حفظ بکنه و جون ما رو نجات بده پس کلسترول خوب و بد و اینا وجود نداره همه این هر کدوم از این کلسترول ها یه نقش به خصوصی رو دارن از HDL بگیرین تا LDL و VLDL و غیره حالا کلسترول یکی دیگه از چیزهای باورهای غلط اینه که میگن کلسترول بده هستن همین الان خدمتون گفتن حالا بعضیشون میگن خوب بعضیش بعد ولی کلسترول بالا بودنش کلسترول LDL بالا بودنش علامت خوبی نیست ولی نه اینکه ما بیایم اون LDL که بالا هست سرکوب بکنیم چرا؟ به خاطر اینکه کلسترول کار یکی از, از خیلی کارو میکنه خیلی کارو یعنی مسئول هر گونه فلو و هر گونه فانکشن در بدن هست هر گونه فانکشنی که ما در بدنمون داریم کلسترول مادر تمام اون هاست یعنی مادر تمام هورمون هاست و مادر تمام فلو که در بدن ما رخ میده و بدون کلسترول ما اصلا زنده نمیتونیم باشیم پس این اسم بعدی که به کلسترول دادن رو خواهش میکنم فراموش کنید حالا کلسترول یکی از کارهای مهمش اینه که میاد وقتی که زیاد میشه صدماتی که در عروق به دیواره های عروق وارد شده ترمیم کنه. پس کارش اینه که بیاد اون رو ترمیم بکنه. حالا هر چی بیشتر باشه یعنی که صدمه ممکنه بیشتر بشه. پس علامت خوبی نیست. ولی ما به جای اینکه کلسترول کلسترولو بگیریم بیاریم پایین با دارو و غیره شاید بهتر باشه که ببینیم چه کارهایی کردیم و چه چیزایی باعث شده که کلسترول زیاد بشه و بالا بره. درست مثل یک جایی که آتیش گرفته، ماموران آتش نشانی میان که آتیش رو خاموش کنن. هر چقدر آتیش بزرگتر باشه ماموران آتیش نشانی بیشتر هستن ولی دلیل بر نیستش که چون ماموران آتیش نشانی زیاد هستن و ما خوشمون نمیاد و خوب نیست علامت خوب نیست ماموران آتیش نشانی رو بکشیم بهتره که بریم آتیش رو خاموش کنیم و دلایلش رو بهتر متوجه بشیم حالا در برنامه های آینده یه مقدار میپردازیم به دلایل عمده و مهمی که میتونه کلسترول ما رو بالا ببره